سلام. ما برنامه های متعددی درباره نقاشی ایرانی داشتیم، شاید متجاوز از 6 برنامه. از ما خواستند که در انتها برنامه رو اختصاص بدیم به بحثی در باب مسائل کلی در نقاشی قدیمی ایرانی، یعنی برنامه داشته باشیم که نکات بدیهی و اساسی رو یک بار دیگه توضیح بدیم و به این ترتیب شاید فشرده یا خاطره ای از کل این برنامه ها در ذهن ها بمونه. ما این برنامه رو به همین مناسبت به همین موضوع اختصاص دادیم. مسئله اساسی در درجه اول اینه که وقتی که بحث میشه درباره مینیاتور یا نقاشی قدیم ایرانی، تجسمی بلافاصله باید در پی اون باشه و این تجسم به این ترتیب باشه که نکات و خطوط اساسی رو که نقاشی قدیم ایرانی رو از هر نوع دیگه نقاشی جدا و مجزا میکنه مشخص بکنه. یعنی خیلی ساده وقتی که میگم مینیاتور، ما در ذهنمون شکل‌های اساسی مینیاتور مجسم بشه. اینکه سایه روشن نداره یک مینیاتور، اینکه قطعش کوچکه، اینکه پرسپکتیو در اون وجود نداره، اینکه تصویرگر قصه هاست و مسائل دیگه‌ای که انشالله در همین برنامه دربارشون صحبت خواهیم کرد. به این ترتیب شاید مشکل باشه که ما اولین مسئله رو که مطرح میکنیم مهمترین مسئله در نقاشی ایرانی بدونیم. خب در حقیقت اینطور نیست. ما اینها رو مسائلی رو که به عنوان مشخصات نقاشی قدیم ایرانی برخواهیم شمرد بدون ترتیب اولویت، همینطور تک تک میگیم و پیش میریم. قبل از بحث کلی مسئله رو باید مطرح کرد و اون این که نقاشی ایرانی جدا نیست از تفکر نقاشان ایرانی و تفکر نقاشان ایرانی جدا نیست از فرهنگی که در متن اون زندگی کردن. به عنوان نمونه ما میبینیم قوس یا نیم دایره یا مدور چه اهمیت اساسی در نقاشی ایرانی دارن و میبینیم که عیناً نظیر همین قوس در خطاطی و در معماری هم وجود داره. پس دور نیست اگه ما نتیجه گیری بکنیم به این ترتیب که این هلال ها، این خطوط خمیده زیبا در فرهنگ ذهنی ایرانی جایی داره. یعنی به عبارت خیلی ساده این یک امر تصادفی نیست که ایرانی، هنرمند ایرانی به این قوس ها دلبسته میشه و در همه کارهاش تقریبا از اینها استفاده میکنه. نکته دوم اینه که ما این فرهنگ رو باید در کلش در نظر بگیریم. متوجه باشیم که فرهنگ ما در طول قرون فرهنگ سازنده متحول زنده‌ای بوده. این فرهنگ متحول زنده هنر رو هم به صورت یک جزء یا یک اصل در خودش انتخاب میکنه، کار میکنه با اون و پیش میبره. به این ترتیبه که میبینیم وقتی که درباره مینیاتور بخوایم صحبت بکنیم ناچار بحث باید کلی تر باشه. بحث باید در این باب شروع بشه که چرا یک هنرمند ایرانی در یک مینیاتور سعی میکنه همه چیز رو تقریبا بگنجونه در یک صفحه کوچک ظریف محدود کننده. چطوری که یک هنرمند ایرانی وقتی که کار میکنه عالم رو به صورتی که چشمش میبینه نمیبینه، بلکه این عالم رو دوباره خلق میکنه با چشم دلش به قول معروف. این نکته اساسی، این کلید یا رمز اصلی دریافت محتوای فرهنگی نقاشی ایرانی و هنر ایرانی به طور کلی. در درجه اول از همین نکته استفاده میکنم و این توضیح رو میدم که نقاشی ایرانی درسته که چیزهای زیبا رو نقاشی میکنه و چیزهای طبیعی رو. نقاشی ایرانی از پیش از حمله مغول گرفته تا به انتهای عصر صفوی نقاشی تجریدی به وجود نمیاره، ولی چیزی که به وجود میاره چندان هم شباهت دقیق و کاملا شبیه به طبیعت نداره. به این ترتیبه که ما میبینیم یک درخت هم درخت هست و هم نیست. شکل یک درخت به خاطر آورنده یک درخته، ولی جزئیات و اضافاتی داره که او رو از شکلی که چشم عادی میبینه درخت رو جدا میکنه و چیزی دیگرتر به اون اضافه میکنه. از اینجاست که مسئله اساسی
دوباره سازی طبیعت در ذهن و برگردوندنش روی کاغذ است. پس باید نتیجه گرفت که نقاشی ایرانی نقاشی مطلقاً تخیلی است. نقاشی ایرانی سعی نمی‌کنه طبیعت رو اینطوری که چشمش می‌بینه ثبت کنه و دوباره تحویل بده، مثل نقاشی بعد از رنسانس اروپا، بلکه به ذهنش و به تخیلش و به سنتش طبیعتاً بی‌نهایت وفادار می‌مونه و عالم رو به صورتی که برای او و بینندش آرامش بخش، لذت بخش و زیباست دوباره سازی می‌کنه. پیدا کردن خطوط مشابه هنر نقاشی ایران و ادبیات و تصوف از این طریق بسیار سهل به نظر میاد.
اولین اشاره رو سایه روشن در نقاشی ایرانی اختصاص میدم. این سایه روشن میبینیم که در نقاشی داره صورت ها، آسمان در نور مشخص و معینی که نه بسیار تند و زننده و نه بسیار کمه قرار گرفتند. تین ملایم پیچیده شد در همه نقاشی ها اینطور. نمونه الان با هم نگاه میکنیم. در این نمونه ما بانوانی رو میبینیم که در باقی نشستند. اینها در کل نقاشی در حقیقت در معرض تابش آفتاب هستند، ولی نوری که در این هست نور شدیدی نیست، نور ملایمیه به نور آفتابی که از پس ابر به تابه شبیهه. سایه وجود نداره. ما هیچ وقت منبع اصلی نور رو در نقاشی ایرانی تشخیص نمیتونیم بدیم، نمیتونیم بگیم این نور از کجا میتابه. و مسئله مهم، یعنی مهمترین مسئله اینه که تابش نور که صحنه رو روشن میکنه اختصاصی به آفتاب یعنی منشأ اصلی نور نداره، بلکه وقتی که شب رو هم میخوان نقاشی بکنند دقیقا همین نور خیالانگیز ملایم دلپذیر در اون به چشم میخوره. نمونه دومی که میبینیم تکه ای از نقاشی به اسم حکایت اردشیر و گلنار. این نقاشی در حقیقت اتاقی رو در تاریکی شب که با نور شمعدانی که در وسط کار هست نشون میده. ولی اگر این نقاشی رو با نقاشی بلافاصله قبل مقایسه بکنیم متوجه میشیم که اینها هیچ تفاوتی از لحاظ شدت و ضعف نور با هم ندارن. در هر دو اینها نه شب هست روز باشه و در باشه. به این طریقی که این نور ملایم، این نور همیشگی و اصلی، این نور حتی بشه گفت شاید خردمندانه و معتدل در همه کارها چه شب، چه روز، چه نیم روز میتابه و با تابش خودش موضوع رو به عنوان اصل و اساس کلی کار نشون میده. از اینجاست که ما در کارها هیچ وقت سایه نداریم و به همین خاطره که ما در کارها میبینیم که مسائل فنی خاصی به وجود میان. از جمله این که نقاش ساعت‌های رنگی داره که اینها رو با رنگ‌های بسیار زیبا، با رنگ‌های بسیار متناسب کنار هم می‌چینه و به این ترتیب ساعت‌های رنگی هستند که سایه روشن نیست، هیچ چیز غلف شده، هیچ چیز از سایه قرار وجود نداره. این ملایمت معتدل دلپذیر باعث میشه که نقاش حتی در صورت‌ها سایه روشن به کار نبره و گاهی قسمتی از کنار گردن رو یا قسمتی از پیشانی رو با پرداز بسیار ظریفی به شکلی از سایه در میاره. مبحث بعد مبحث دوری و نزدیکیه، مبحث پرسپکتیوه. چشم عادی منظره رو در بعدش، در عادش به شکل خاصی میبینه. چیزهایی که به چشم نزدیکتر باشند درشتر و چیزهایی که دورتر باشند ریزتر دیده میشه. این فیزیک و این ساختمان اساسی چشمه.